سرخط مهمترین ها. رد گزارش ها مبنی بر دیدار عبدالغنی برادر با مقام های امریکایی در دوحه. وزارت خارجه گزارش ها مبنی بر دیدار برادر با جک سلیوان را رد کرد. در افغانستان اسلامی امارت حق افواهات را دیدی. کمک سازمان ملل به افراد آسیب پذیر در افغانستان. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از کمک به بیش از 4 میلیون تن در افغانستان خبر داده. ایجاد کمیته ویژه برای کنترل بهای مواد سوختی در کابل. این کمیته بهای هر تن زغال سنگ در کابل را 9000 افغانی اعلام کرده. در 4 زون شهر کابل به مقدار 400,000 تن زغال سنگ جابجا و فیتون آن به 9000 افغانی به شهریان کابل به فروش رسانده شد. و کشته شدن دست کم 150 تن در پی ازدحام در سیول. در پی ازدحام جمعیت در جشن هالووین در پایتخت کره جنوبی دست کم 150 تن کشته شدند. وقت بر شما بخیر. بیننده مهمترین ها در این ساعت خبری از یک با من ادریس فاروقی هستید. وزارت امور خارجه گزارش ها مبنی بر دیدار معاون اقتصادی رئیس وزیران با مقام های امنیتی امریکا در دوحه را رد کرده و آن را به اساس خوانده. پیش از این گزارش های وجود داشت که عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس وزیران با مشاور امنیتی ملی امریکا و معاون استخبارات این کشور به زودی روی برخی موضوع ها دیدار خواهد کرد. شمار از آگاهان اما به این باورند که تمایل برای تعامل میان امریکا و امارات اسلامی وجود دارد و ممکن تا یک ماه دیگر گفتگوها میان دو کشور برگزار شود. اسدالله حکیمی گزارش می‌دهد. رد گزارش‌ها مبنی بر گفتگوی ملا برادر با مقام‌های آمریکایی در دوحه. وزارت خارجه گزارش‌ها در مورد دیدار عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس وزیران با مشاور امنیت ملی آمریکا و معاون استخبارات این کشور در آینده نزدیک را به اساس خوانده است. این وزارت در اعلامیه خواسته تا با نشر این گونه شایعات سبب نگرانی مردم نشوند. در افغانستان اسلامی امارت حق افواهات را دوی چی گواکی په نژدې راتلونکي که بعد افغانستان اسلامی امارت در ریاست الوزراء اقتصادي مرسیال الحاج ملا برادر خان په مشرۍ د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاحکار جک سلیوان او د سی آی ای مرسیال ډیوډ کوهن سره په دوحه کې پر ځینو موضوعاتو لیده کاته ولري. پیشتر مدرن پالیسی گزارش داده بود که یک هیئت امارت اسلامی به رهبری عبدالغنی برادر با جک سلیوان و دیوید کوهن مشاور امنیت ملی و معاون استخبارات امریکا در قطر در پایان ماه نوامبر دیدار خواهد کرد. و احتمال دارد که صحبت‌های در طول این مدت شاید یک ماه صورت بگیرد به سطح منطقه و بعدا احتمال دارد که سیاست‌های بین المللی هم ایجاب میکنند که در قبال افغانستان به تفاوت نماند. در سوی دیگر گلبدین حکمتیار هم در خطبه نماز جمعه از دور تازه گفتگوها میان کابل و واشنگتن پرده برداشته. رهبر حزب اسلامی گفته که امارت اسلامی با امریکا در تلاش امضای توافقنامه همانند توافقنامه دوحه است. می‌بینیم که ایالات متحده امریکا سلسله جدیدی مذاکرات با طالبان را آغاز کرد. آن هم در مستوای هیئت‌های بلندپایه. این در حال است که اخیراً مقام‌های آمریکا و حکومت کنونی افغانستان تمایل برای برقراری تعامل میان دو کشور نشان دادند. به صورت عموم هم توماس وست گفته که می‌خواهد تعامل داشته باشه با کابل و هم حکومت در افغانستان گفته که می‌خواهد تعامل داشته باشه. این جریان آینده است. خب ای که کسی نظر پردازی کرده که فلان شخص با فلان مقام ملاقات خواهد کرد، ای پیش از وقت است و نظر پردازی هم دربارش پیش از وقت است. نزدیک به یک ماه پیش هم مقام های استخباراتی دو کشور پس از کشته شدن رهبر القاعده در کابل و گشتنی هواپیماهای بسرنشین امریکا بر فراز کشور در دوحه دیدار و گفتگو کردند.
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از توزیع کمک به بیش از 4 میلیون تن در افغانستان در سال جاری خبر داده. این سازمان گفته که تاکنون بیش از 1 میلیون خانواده که کمک های آنان شامل پول نقد، لباس و وسایل خانه است را سروی و ارزیابی کرده است. امارت اسلامی پیش از این از کمک های جهان برای رسیدگی به بحران بشری استقبال کرده و خواهان بیشتر ساختن کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان شده است. در این مورد گزارش از نوید صمدی. در ادامه کمک به بیجا شدگان و نیازمندان افغانستان، بخش کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان گفته که از آغاز سال 2022 تا به اکنون به بیش از 4 میلیون تن در افغانستان کمک کرده است. تا کنون در سال 2022 کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل به بیش از 4.6 میلیون تن در سراسر افغانستان به خانواده های آسیب پذیر و بیجا شده کمک کرده است. این سازمان در گزارش میگوید تا کنون بیش از 1 میلیون افراد نیازمند را ارزیابی خانه به خانه کرده و قرار است پول نقد، لباس و وسایل خانه کمک شوند. با آمدن زمستان سرد پیشرو، کمک های بشردوستانه و کمک های جامعه جهانی به نیازمندان و هموطنان ما یک عنصر حیاتی است. اما ای که دهی کمک ها حق به اقدار برسد، باید این پروسه سوی نهادهای مدد رسان و همچنان حکومت نظارت دقیق صورت بگیرد. با وجود کمک های جهانی اما هنوز شمار زیادی از شهروندان کشور در شرایط بد اقتصادی زندگی می کنند و نیاز فوری به کمک های بشری دارند. استفاده از شیوه های ناکارآمد و نامناسب اقتصادی است که تانستن مدیریت این کمک ها را به سکتگی مواجه بکنه. نبود فضای نظارتی، عدم کنترل، نبود تشخیص نیازها به گونه اساسی و اولویت بندی نامناسب از مهمترین دغدغه‌های مدیریتی است که تانسته شیوه مدیریت کمک‌ها را به مشکل مواجه بکنه و از مؤثریت این کمک‌ها بکاهد. پیش از این امارت اسلامی از کمک سازمان‌های مددرسان و جهان استقبال کرده و خواهان بیشتر ساختن کمک‌های بشردوستانه آنان از بهره جلوگیری فاجعه انسانی در افغانستان شدند. کمیته ویژه‌ای که برای کنترل بهای مواد سوختی در فصل سرمایه پیشرو به رهبری معاون اقتصادی رئیس وزیران ایجاد شده تصمیم گرفته تا با فرا رسیدن فصل سرما 400 هزار تن زغال سنگ در 4 بخش کابل جابجا و به بهای فی تن 9000 افغانی به فروش برسد. این کمیته همچنان بر کاهش بهای گاز مایع و کنترل آن تاکید کرده. برخی آگاهان و شهروندان اما به این باورند که مقدار مواد سوختی تعیین شده بسنده نیست و بهای آنان بلند است. بشیر احمد شیرزاد گزارش می‌دهد. امارت اسلامی از تدابیر لازم برای کاهش بهای مواد سوختی در فصل سرمایه پیشرو خبر می‌دهد. وزارت صنعت و بازرگانی می‌گوید کمیته اختصاصی که برای کنترل بهای مواد سوختی در فصل سرمایه پیشرو به رهبری عبدالغنی برادر ایجاد شده می‌گوید این کمیته تصمیم گرفته تا با فرارسیدن فصل سرما 400 هزار تن زغال سنگ در 4 بخش کابل جابجا و به بهای هر تن 9000 افغانی به فروش برسد. این کمیته از تدابیر برای ذخیره سازی و کنترل بهای گاز مایع در فصل سرمای پیشرو در هماهنگی با بخش خصوصی و شرکت دولتی نفت و گاز نیز سخن میگوید. در این جلسه فیصله گردید که در 4 زون شهر کابل به مقدار 400 هزار تن زغال سنگ جابجا و فی تن آن به 9000 افغانی به شهریان کابل به فروش رسانده شود. همچنین در این کمیته اختصاصی در مورد کنترل قیمت گاز مایع و ذخیره سازی آن در هماهنگی با سکتور خصوصی و شرکت دولتی نفت و گاز تدابیر لازم اتخاذ کردید. شهروندان ما از بلند بودن بهای تعیین شده نظر به وضعیت کنونی اقتصادی مردم در کشور سخن گفته می افزایند حکومت باید برای کاهش بهای مواد سوختی و خوراکی در فصل سرمایه پیشرو تلاش بیشتر کند. زغال قیمت ها تونی 9000 مردم خریده نمیتونه، ایرا باید یک فکر سرش بکنه بیادر. بنان یک چارش میشه، مردم مشتک داره، به زغال که نباشه زمستان نمیشه. دام بسیار چیستک، بیچاره است، برادر چیستک، خریده نمیتونه، 400000 6 میلیون نفوس است. برخی آگاهان هم مقدار تعیین شده برای فروش زغال سنگ در کابل را بسنده نمیدانند. مقدار 400000 بر تمام افغانستان کار نمیه. اگه شما مقدار 400000 تنها به کابل بگیریم، در کابل هم کم نه. عموم جرا برابر نمیشه. برای کابل 6 میلیون نفر زندگی میکنه. این 6 میلیون نفر در وقت زندگی کرد، 1 میلیون خانواده است و 1 میلیون خانواده که اگر
50% خانواده هم استفاده بکنه، اما میبینیم که 500,000 تناب کابل کار میاد. این در حال است که همساله با فرارسیدن فصل سرما بهای مواد سوختی در بازارهای کشور افزایش یافته و نگرانی شهروندان را بیشتر میکند. با این حال وزارت صنعت و بازرگانی همچنان از تلاش‌های این وزارت برای کنترل افزایش بهای مواد سوختی در فصل سرمای پیشرو خبر می‌دهد. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات بیش از 12 تن مغز جلغوزه را به بازار اروپا صادر کرده. مسئولان این اتاق می‌گویند ارزش این محموله حدود 500,000 دلار است که قرار است از بندر اسلام قلعه وارد ایران و سپس به ترکیه فرستاده شود. اتحادیه صادرکنندگان زون غرب میگوید که همه ساله از این حوزه حدود 250 میلیون دلار کالاهای صادراتی گوناگون به کشورهای آسیایی و اروپایی صادرات دارند. ایمل سیار. نخستین محموله صادراتی که قرار است به بازارهای اروپا فرستاده شود. یک شرکت خصوصی کم و بیش 12 تن مغز جلغوزه را بسته‌بندی کرده و به آلمان می‌فرستد. هرچند که هنوز چالش‌های فراراه صادرکننده‌ها به گونه کامل حل نشده، اما اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات این محموله را از راه بندر اسلام قلعه به ایران و سپس به بازارهای اروپا می‌فرستد. برای اولین بار یک محموله بزرگ مغز جلغوزه از حوزه غرب به اروپا و کشور جرمنی صادرات میشه که مسیر راه از اسلام قلعه به ترکیه میره و از ترکیه مستقیما به اروپا مواصلت میکنه و ارزش از بالای 500,000 دلار میباشه و قبلا هم شرکت های صادرکننده همچین ابتکارات داشتن ولی با توناژ کمتر صادرات میکردن. اتحادیه صادرکنندگان زون غرب کشور هم میگوید همه ساله بیش از 50 قلم جنس های گوناگون به ویژه میوه خشک و تازه و همچنان محصولات حیوانی به بیرون از کشور صادر میشوند. مسئولان این اتحادیه تاکید میکنند که بیشترین صادرات از حوزه غرب کشور صورت میگیرد. اگه ما صادرات کل افغانستان بیایم ببینیم در کل 1 میلیارد دلار که صادرات که افغانستان داره حدوداً 250 میلیون تا 300 میلیون دلار از حوزه غرب افغانستان و ولایت هرات است. پکیج خیلی عالی با کیفیت بالا بسته‌بندی کردیم که تمام کیفیت ها کوالیتی اروپا داره که همین چیز شما شاید هستیم میبینیم. این از ولایت های جلال آباد و اینا ما خریداری میکنیم از خود زاره، بعدن با دستگاه مغز میکنیم. با این حال مسئولان محلی در هرات میگویند تلاش ها به هدف افزایش صادرات کالاهای با کیفیت کشور به بازارهای بیرونی ادامه دارد. برخی بازرگانان حوزه غرب کشور برای بهبود وضعیت خواهان افزایش تلاش های حکومت هستند. ولو که تروس پور در برنامه نده تکمیل سوی وزارت تجارت و صنعت برنامه روانه ده پرده بندی چې باید هغه سهولیات چې کوم سهولیات و تاجران و صنعتکاران ته برابر سوی دي د دې سالو نور هم هغه برنامه باید برابر کی امارت اسلامی و افغانستان بلکې په دا فکر کې دی چې هغه برنامه و هغه طرح جوړی چې و تاجران ته سهولیات پکې برابر سوی. در حال حاضر کم و بیش 20 شرکت در قسمت صادرات میوه های خشک و تازه، نباتات طبی، محصولات حیوانی و غلجات سرگرم هستند که صدها تن در این شرکت ها کار می کنند. یک نمایشگاه زیر نام هنر از سوی یک دانشگاه خصوصی در کابل برگزار شد. مسئولان برگزار کننده هدف از برگزاری نمایشگاه را امید بخشیدن به نسل جوان و به نمایش گذاشتن هنر آنان عنوان کردند. از سوی هم این نمایشگاه با استقبال دانشجویان نیز روبرو شده است. دانشجویانی که با به نمایش گذاشتن هنرشان امید به نسل جوان می بخشند. امروز شماری از دانشجویان یک دانشگاه خصوصی اثر هنریشان را در یک برنامه زیر نام نمایشگاه هنر در شهر کابل به نمایش گذاشتند. مسئولان این نمایشگاه می گویند که هدف از برگزاری این نمایشگاه امید بخشیدن به نسل جوان و به نمایش گذاشتن هنریان هن می باشد. هدف از این نمایشگاه امید دادن به جوانهایی بودند که آثار هنری زیاده داشتند اما در دههای اخیر نتانستند که اونا را به اشتراک بگذارند و نتانستند که امید پیدا کنند به این که دوباره روی هنر کار کنند و مثل از این که یک وظیفه بی ارزش باشه برشان مانده بود. اشتراک کنندگان این نمایشگاه هم از برگزاری همچون نمایشگاه ها استقبال کرده و از جوانان می خواهند تا در هر مقطعی که استعداد دارند آن را بروز دهند. خواستم از
امارات اسلامی است که زمینه را برای کسایی که هنرمندای ما که در کشور هستن زمینه را مساعد کنن تا هر شخصی که در افغانستان هر هنری را داره هنر خود را بروز بده. اینان همچنان از امارات اسلامی میخواهند تا جوانان را پشتیبانی کرده و زمینه رشد استعدادهای هنری را مساعد کنند. هر هنرمندی که مثلا جوان هستن، چه جوان هستن، چه افکار جوان دارن، نگذارن که هر موردی که پیششان است آنها خاموش بمانند. اگر در هر مقطعی اونا ممتاز هستند، در هر مقطعی اونا خلاقیت دارند، در هر مقطعی اونا ابتکارات دارند، همیشه بگذارن اونا رو مردم ببینند. این در حال است که به گفته مسئولان حضور دانشجویان در نمایشگاه ها و برنامه های هنری در مقایسه با سالهای پسین کمرنگ تر شده است. دل هم در مهمترین های است جهان در پی ازدهام جمعیت در جشن هالووین در سیول پایتخت کره جنوبی دست کم 150 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. همچنان در پی انفجار در برابر ساختمان وزارت آموزش و پرورش در پایتخت سومالی دست کم 100 تن کشته و 300 تن دیگر زخمی شدند. و همچنان این که روسیه اعلام کرده که در حال ملحق کردن مشارکت خود در توافقی است که اجازه صدور غلات اوکراین از طریق بندر دریای سیا را می دهد. جزئیات بیشترین همه در این بسته. در پی ازدحام جمعیت در جشن هالووین در سیول پایتخت کره جنوبی دست کم 150 تن کشته شده و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه زمان اتفاق افتاد که هزاران تن از شرکت کنندگان در خیابان باریک در محله ایتون منطقه یونگسانگ سیول گرفتار شدند و بسیاری بر اثر هجوم جمعیت به زمین افتادند. این رویداد مرگبارترین فاجعه سالهای اخیر در کره جنوبی محسوب می شود. چوی سونگ بوم رئیس سازمان آتش نشانی منطقه یونگسانگ سیول گفته که احتمال دارد شمار تلفات افزایش یابد. تخمین زده می شود که حدود 100 هزار تن برای برگزاری جشن هالووین در ایتون گرد هم آمده بودند. این بزرگترین جشن هالووین در کره جنوبی از شروع همگیری کرونا بود. دولت این کشور در ماه‌های پسین محدودیت‌های مربوط به همگیری کرونا را کاهش داده بود. ایتون محله در سیول است که به کافه‌ها، کلوب‌ها و رستوران‌های مورد علاقه جوانان شهرت دارد. دولت این کشور به مناسبت از این حادثه عزای عمومی اعلام کرده است. در پی انفجار دو موتر بمب‌گذاری شده در برابر ساختمان وزارت آموزش و پرورش در موگادیشو پایتخت سومالی دست کم 100 تن کشته و 300 تن دیگر زخمی شدند. انفجار نخست در کنار وزارتی که در نزدیکی یک منطقه پرجمعیت است رخ داد و زمانی که امبولانس‌ها و مردم برای کمک رسیدند، انفجار دوم به وقوع پیوست و شمار تلفات و مجروحان را افزایش داد. حسن شیخ محمود رئیس جمهوری سومالی پس از بازدید از محل انفجار گفته که مردم این کشور قتل عام شدند. به گفته آقای محمود شمار قربانیان ممکن است افزایش یابد. او به دولت دستور داده که به مجروحانی که حال برخی از آنها وخیم است رسیدگی کنند. گرچه رئیس جمهوری گروه اسلامگرای الشباب را مسئول این حمله معرفی کرده، اما هنوز فرد یا سازمان مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. آقای محمود که سال جاری میلادی به این مقام انتخاب شده، ابراز اطمینان کرده که کشورش جنگ علیه افراطین را با پیروزی تمام خواهد کرد. گروه الشباب بخش‌های نسبتاً پهناور از سومالی را در کنترل دارد. حمله روز شنبه در حال رخ داد که حکومت مرکزی برای ریشه‌کن کردن ترور در کشور برنامه‌های جدیدی را در دست تدارک دارد. الشباب معمولاً از اعلام پذیرش مسئولیت حمله‌هایی که انجام می‌دهد خودداری می‌کند. بسیاری از حمله‌هایی که الشباب مسبب آن بوده، به شدت مرگبار و پرتلفات بوده است. و روسیه اعلام کرده که در حال معلق کردن مشارکت خود در توافقی است که اجازه صدور غلات اوکراین از طریق بندر دریای سیا را می‌دهد. روسیه پیشتر اوکراین را به یک حمله پهپادی سهمگین بر ناوگان خود در بندر سواستوپول دریای سیا متهم کرد. اوکراین به این حمله از آن نکرده و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین حرکت روسیه را کاملا قابل پیش بینی خوانده است. روسیه بدون ارائه شواهد همچنین نیروهای بریتانیایی را به مشارکت در حمله روز شنبه متهم کرده است. وزارت دفاع بریتانیا در واکنش گفته که روسیه در حال پخش ادعاهای کاذب در ابعاد افسانه‌ای است. وزارت دفاع روسیه میگوید که پهپادهای مورد استفاده در حمله روز شنبه کشتی‌هایی که در معامله غلات شرکت داشتند را هدف گرفتند و افزود که یک کشتی خسارات جزئی دیده است. ساعت بعد وزارت خارجه روسیه در بیانیه گفت طرف روس نمیتواند امنیت کشتی‌های باری غیر نظامی که در ابتکار دریای سیاه شرکت دارند را تضمین کند و اجرای آن را برای مدت نامعلوم معلق می‌کند. دال هم در مهمترین‌های ورزش امروز این که
آمادگی های تیم ملی فوتبال زیر 14 سال افغانستان برای حضور در رقابت های قهرمانی 14 ساله های آسیا در کابل ادامه دارد. این پیکارها با حضور 14 ساله های افغانستان، ایران، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان از 11 تا 18 ماه آینده میلادی به میزبانی تاجیکستان را اندازی خواهد شد. در سوی دیگر 44مین دور رقابت های انتخابی تیم ملی بسکتبال در قندهار را اندازی شد. این رقابت ها میان 140 ورزشکار از 12 ولایت برای یک هفته در ورزشگاه عینومینه برگزار شده است. همچنان از پایان رقابت های فوتسال در قندهار و پیگیری هفته 12 فوتبال لالیگای اسپانیا هم خواهیم گفت. بیشتر با میلاد نجیب. آمادگی های تیم ملی فوتبال زیر 14 سال کشور برای حضور در رقابت های قهرمانی 14 ساله های آسیا در ورزشگاه فدراسیون فوتبال افغانستان ادامه دارد. این رقابت ها با حضور 5 تیم فوتبال افغانستان، ایران، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان از 11 تا 18 ماه آینده میلادی به میزبانی تاجیکستان را اندازی خواهد شد. قرار است ملی پوشان فوتبال زیر 14 سال کشور در نخستین بازیشان در این پیکارها به مساف 14 ساله های فوتبال ایران بروند. چهل و چهارمین دور رقابت های انتخابی تیم ملی بسکتبال در قندهار را اندازی شد. این رقابت ها میان 140 ورزشکار از 12 ولایت برای یک هفته در ورزشگاه عینومینه قندهار برگزار شده است. در نخستین بازی این پیکارها دو تیم بسکتبال نیمروز و سمنگان با هم بخت آزمایی کردند که سرانجام بسکتبالیستان نیمروز توانستند با نتیجه 46 بر 16 تیم حریف را شکست دهند. در بازی های دیگر و همین رقابت ها هرات 45 بر 14 فرار را از پیش رو برداشت، کابل 77 بر 15 غور را شکست داد و تیم بسکتبال ننگرهار هم توانست با نتیجه 48 بر 23 برابر تیم بسکتبال غزنی برتری برسد. رقابت های فوتسال در قندهار با قهرمانی تیم فوتسال نورزاد به پایان رسید. این رقابت ها که با حضور 36 تیم یک ماه پیش در یکی از ورزشگاه فوتسال این ولایت را اندازی شده بود، سرانجام با قهرمانی تیم فوتسال نورزاد به فرجام رسید. در دیدار نهایی این پیکارها دو تیم فوتسال نورزاد و عباس با هم به رقابت پرداختند که در پایان تیم فوتسال نورزاد توانست با نتیجه 3-0 تیم حریف را شکست دهد و بر سکوه قهرمانی این رقابت ها تکیه زند. رقابت های هفته 12 لالیگای اسپانیا هم با 4 بازی پیگیری شد. در یکی از حساس ترین بازی ها دو تیم فوتبال بارسلونا و والنسیا در ورزشگاه مستایای شهر والنسیا با هم بر رقابت پرداختند که سرانجام بارسلونا توانست با نتیجه 1-0 والنسیا را شکست داد و 3 امتیاز حساس این بازی را کسب کند. در بازی های دیگر این رقابت ها کادیس 3-2 اتلتیکو مادرید را، آلمریا 3-1 سلتا ویگو را و رای وایکانو هم توانست با نتیجه 1-0 سویا را از پیش رو بردارد. در لالیگا بارسلونا با 31 امتیاز به گونه موقتی در صدر، رئال مادرید هم با 31 امتیاز و یک بازی کمتر در جایگاه دوم و اتلتیکو مادرید هم با 23 امتیاز رده سومین لیگ را در اختیار دارد. در ادامه آل هم وضعیت آب و هوای فردای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان و همچنان نرخ ارزها در بازار امروز کابل. ممنون که تا حالا بیننده مهمترین ها در این ساعت خبری از یک بودید. بقیه وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.